سمیرا، تو هم از بیرون مقر با ما هستی در هوای سرد نیویورک. چقدر پیشبینی ها به سمت این هستش که ایران اخراج بشه از این کمیسیون؟ شهر، همطور که اشاره کردی رویترز گزارش رو منتشر کرده، صحبت از این هست که احتمال اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون وضعیت زنان یا اونطور که حالا در ایران میگن یا جمهوری اسلامی میگه کمیسیون مقام زن بالاست، اما ممکنه که آرای ممتنع در این رأی‌گیری بسیار زیاد باشه. کشورهایی که عضو هستند، 45 کشور عضو کمیسیون هستند، اما این کمیسیون زیرمجموعه شورای اقتصادی و اجتماعی است که خودش 54 عضو داره و رأی‌گیری از بین 54 عضو انجام میشه و باید ببینیم که این کشورهایی که عضو هستند به هر حال کشورهای یک دستی نیستن، کشورهایی هستن مثل پاکستان یا سومالی که اونها هم ممکنه مسئله پرداختن به حقوق زنان درش مسئله باشه. اما اجازه بده که شرار آقای هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، اینجا همراه من هست، یک گفتگوی من با آقای قائمی داشته باشم و بیشتر از او بش نویم در رابطه با اهمیت این رأی گیری. آقای قائمی، خیلی ممنون که وقتتون رو به ما میدید. فکر میکنید که چه اتفاقی بیفته و حائز چه اهمیتی هست این رأی گیری؟ بله، با سلام خدمت شما. ببینید، مهمترین بحث این هست که مسئله اتفاقات درون ایران و خشونت‌های وسیع و جنایت‌هایی که علیه زنان و دختران در ایران انجام گرفته الان در بالاترین سطوح سازمان ملل بحث و بررسی خواهد شد. این خودش یک اهمیت ویژه‌ای داره و ما باید از تمامی این فرصت‌ها استفاده کنیم که در سطح بین‌المللی این مسئله مطرح بشه. اما در این حال ما با شرایط بین المللی بسیار پیچیده ای روبرو هستیم که رو در رویی بلوک روسیه و چین با غرب موجب میشه که خیلی از کشورهای آفریقایی و آسیایی نخوان وارد این مناقشات بشن و با رأی ممتنع یا پرهیز کردن از رأی دادن در این زمینه جبهه‌گیری نکنند. به هر حال خیلی حساس خواهد بود، ولی این بیشتر خود رأی‌گیری نتیجهش به نظر من نموداری خواهد بود از شرایط بین المللی. و همونطور گفتید، کشورهای مثل پاکستان و کوبا و چین، روسیه، بلاروس، ارمنستان، همه اینها از ایران حمایت خواهند کرد، چون خودشون هم در وضعیت حقوق بشر شرایط بسیار بدی رو دارند. اما نتیجه گیری بیشتر رو در روی جهانی رو نشون خواهد داد تا مسئله ایران رو. ولی همین که ما این ابزار رو فعال کردیم و به اینجا رسیدیم خودش مسئله بسیار مهمی هست. آقای قائمی، این اتفاق بی سابقه است در رابطه با کمیسیون وضعیت زنان از سوی آمریکا مطرح شده این قطعنامه. چقدر حائز اهمیت سیاسی می‌بینید از سوی کشور نظیر آمریکا؟ فکر می‌کنید که آیا حمایت محکمی هست از مردم معترض در ایران؟ ببینید، حمایتی هست که باید انجام می‌شد. اگه آمریکا و کشورهای اروپایی این کار رو انجام نمی‌دادن، حداقل مسئولیت خودشون رو انجام نداده بودند. پس اینکه آمریکا پشتیبان این هست و کلن امیدوارم که بیشتر جامعه جهانی هم حمایت کنه، از وضعیت ویژه ایران نشون میده. ولی اینها سازوکارهای متعارفی است که حالا در این زمینه قبلا نبوده، ولی حداقل باید انجام بشه و اگه این قدم ها رو بر نداریم ما کارمون رو انجام ندادیم و اون کشورها هم قصور کردن. پس انجام خودش مهم هست. بله، خیلی ممنونم از شما هادی قائمی. شرار، باید منتظر باشیم که تا دقایق دیگه آغاز بشه این نشست و احتمالاً تا 2 تا 3 ساعت آینده هم رأی‌گیری انجام خواهد شد. متاسفانه من صدای شما رو از استودیو از دست دادم. ممنون از تو سمیرا. ما هم اینجا در ایران اینترنشنال پوشش میدیم به شکل زنده این جلسه رو تا پایان و تا اعلام نتیجه. مریم، صدای تو مشکلش برطرف شد، با تو ادامه میدیم از داخل مقر. از دستور جلسه برای ما بگو، چون بسیار موضوعی کم نظیر و شاید بشه گفت بی‌نظیری هست در تاریخ این کمیته.
دقیقاً همینطوره شراره. تا حالا هیچ کشوری از چنین کمیسیونی اخراج نشده، مخصوصاً جمهوری اسلامی که همین امسال به عضویت این کمیسیون در اومد، که همون زمان هم تعداد زیادی از کنشگران و زنان در سراسر دنیا از جمله کنشگران ایرانی به این موضوع اعتراض کردند. فعلا جو به این صورت هست که دیپلمات هایی که من باهاشون صحبت کردم نظرشون مثبت هست و انتظار دارن به احتمال خیلی بالا که این قطعنامه تصویب بشه امروز. و همونطور هم که تو اشاره کردی، رویترز یک گزارش منتشر کرده که گفته که این قطعنامه امروز تصویب خواهد شد به نقل از یک مقام غربی. در گزارشی که رویترز منتشر کرده یک موضوع خیلی مهم دیگه هم بهش اشاره شده شراره، اینکه کشور ایران، دولت جمهوری اسلامی و 17 کشور دیگه که 5 تاشون فقط عضو شورای اقتصادی اجتماعی و کمیسیون مقام زن هستند، ایمیلی فرستادند به شورای اجتماعی اقتصادی و درخواست دادند که این قطعنامه بهش رأی داده نشه و این قطعنامه تصویب نشه. خب میتونیم بگیم که چالش های خودش رو هم داره این جلسه امروز و باید منتظر موند و دید که چه خواهد شد. ما فعلا در همین طبقه دوم هستیم، جایی که جلسه برگزار میشه. به زودی سخنرانی ها شروع خواهد شد، ولی حالا من باید این مصاحبه رو با تو قطع بکنم به خاطر اینکه اینجا یک جلسه دیگه در حال برگزاری هست. ممنون از تو مریم رحمتی. برمیگردیم به تو امروز در طول برنامه به شکل مرتب. سمیرا اگر تو صدای من رو میشنوی با تو گفتگو رو ادامه میدم. مریم اشاره کرد به اینکه این موضوع بسیار مهم و تاریخی از ایران، جمهوری اسلامی تازه همین امسال پیوسته به این کمیته و الان هم احتمال اخراجش وجود داره. واکنش رسانه‌ها در آمریکا رو از تو بشنویم، چه واکنش‌های دیدی به ویژه از سوی مقامات آمریکایی؟ فکر میکنم که سمیرا صدای من رو نداره. مریم اگر تو میتونی این گفتگو رو با تو ادامه میدیم، اگر اون پشت اون گفتگوی کنفرانس مطبوعاتی که میبینم در حال برگزاری هست مزاحم نیست، از تو بشنویم بیشتر از این مسئله که واکنش ها چه بوده از در رسانه های آمریکایی به این موضوع. مهمی هست و تمام رسانه‌های آمریکایی و رسانه‌های جریان اصلی در سراسر دنیا دارن در مورد این موضوع گفتگو می‌کنن. ما داریم در مورد انزوای هرچه بیشتر جمهوری اسلامی در عرصه بین‌الملل صحبت می‌کنیم و داریم جلسه‌ای رو کاور می‌کنیم که در تاریخ دیگه اتفاق نیفتاده و ما منتظر هستیم تا این جلسه آغاز بشه. ممنون از هر دوی شما مریم رحمتی و سمیرا قرایی.